سلام دوستان گل، حالتون چطوره؟ امیدوارم که هر جای هستید سالم و سلامت و مثل همیشه لبتون خندون باشه. من فراد هستم و استاد یک به قول بچه ها اومدیم یه پارت دیگه از سری بازی و هارت فایر 4 مان ملینیوم دان. این دفعه با سری های قبلیمون فرق میکنه، الوداع الوفا. قراره که کامل تو این پارت آموزش این قسمت رو میشلز اند اسپیس رو بذاریم، فضا و موشک. حالا اگه دوست داشتیم میتونیم دو پارتیش بکنیم که قسمت‌های مختلفش هم برسیم که واسه تو توضیح بدیم. امیدوارم که از این سری آموزشی خوشتون بیاد و مثل همیشه پرقدرت پر انرژی با لایک و کامنت و سابسکرایبتون از من حمایت بکنید. حتما بچه دمتون گرم، یه دکمه سابسکرایب بزنید دلخوشی واسه من که اگرسیواره اینجوری پر انرژی واسه تو ویدیو ریکورد بکنیم. خب از اونجایی که کامرا مشکل پیدا کرده گفتیم چه بسا پارتا رو یکم با ویدیوی آموزشی شروع بکنیم که کامل دستمون باز باشه و ببینیم چجوری میشه. اگه از ویدیو خوشتون اومد و کمکتون کرد حتما با دوستاتون به اشتراک بذارید و ویبراتور نوتیفیکیشن هم فراموش نشه و لینک دیسکورد هم داخل دیسکریپشنه. خب بچه‌ها سوال میپرسیدن که آچ فراد، آقا ما میایم ملنیوم دان بازی میکنیم، این موشک پوشکاشو میبینیم، آقا ما مغزمون میترکه. حق هم دارن، واقعا سیستم موشکی بازی و داستانایی که دارن دنیای خودشون دارن. بچه بهتره که قبل از اینکه آموزش های این بخش شروع بکنیم بهتره که بدونیم چند نوع موشک داریم. همونطور که مشاهده میکنین 1، 2، 3 تا موشک های مختلف و 3 تا قسمت مختلف داریم. موشک هایی که بر اساس تکنولوژی بالستیکن، موشک هایی که کروزن، موشک هایی که در واقع هوایی و یا مربوط به دیفنسی و چیزهای مختلف دیگر. حالا چون با شوروی شروع کردیم، حالا کشورهای مختلف هم میریم تست میکنیم تا ببینیم داستانمون چی میشه. ببینید قیافه هاشون اینجا مشخصه. ببینید موشک هایی که از زمین میرن به آسمون، موشک هایی که آنتی بالستیکن، موشک های ضد ماهواره ای و کلی چیزهای دیگه. موشک های کروز شامل 2-4 بخش مختلف میشن. موشک هایی که در واقع هوا، از هوا به هوا هن، از هوا در واقع این کار میکنن. موشک های هایپرسونیک که خب قاعدتا در جریان هستید، در جدیدن تکنولوژیش اومده. موشک هایی که از زمین لانچ میشن به سمت هوا و شیپ کروز میسل، اینا هم از طریق دریا شلیک میشن. و یه سری موشک های بالستیک هم که داریم، اونا هم دوباره به 3 تا رنج مختلف تقسیم بندی میشن. موشک های بالستیکی که از سابمارین های زیر دریایی شلیک میشن، موشک های بالستیکی که به طور معمولی از زمین های عادی شلیک میشن و دقیقا این دوتا یکن سایدای در واقع اصطلاحاً میشه گفت موشکی دارن، قرارگاه دارن 10 تا سیلو. حالا اینا رو تک تک توضیح میدیم که چی هستش. پس کلا در مجموع این بخش های موشکیمون جزء واجبات دین هست. 3 تا بخش داریم. این موشک ها حالا زیاد تو اون موشک هامون حساب نمیشه. بچه من یه نکته رو تا حالا اگرسیوان تخصصی شروع نکردیم یه توضیح رو بدم. بچه این موشک های این سمت با موشک های در واقع مسیر وسط رابطه کاملا مستقیمی دارن. هر چقدر شما تکنولوژی اینجا رو برید پایین، این مسیر هم میتونید برید پایین. این موشک ها اصطلاحاً موشک های فضاپیمایی ما هستن که در واقع از فضا خارج میشن و میتونیم ازشون به عنوان حمله کننده ماهواره هامون استفاده بکنیم. پس ربطی به نظامی این قسمت نداره. همونطور که نوشته Orbital Launch Vehicle، فارسیشو نمیدونم ولی خودم میفهمم چی میشه. اوربیت همون میشه آدامسای اوربیت که خوردین، همون بگید آقا بیروز خارج از جو، نمیدونم وسیله‌ای که همون موشکای فضاپیمایی خودمونه دیگه، سخت نگیرید. کلا این موشکای مختلفو داریم. اما اصلا قبل از همه اینها طریقه بمب اتم چیه؟ چی جوری باید بمب اتم بزنیم تو ماده ملنیوم دان؟ اول این آموزش رو تو این بخش داشته باشیم، آموزش ملنیوم دان. فکر کنم 5 تا 10 دقیقه بیشتر طول نکشه آموزشش، چون زیاد کار سختی رو نداریم باش. ببینید در وهله اول شما وقتی اینجا میاد یه سری قسمت ها رو میبینید. یه سری ما داکتریان داریم، یه سری ما استاتوس داریم. داکتریان بمب اتممون چجوری باشه، چه اتفاقی بیفته، از چیا استفاده بکنیم و باعث میشه که بمب اتمو استفاده بکنیم. چه بسا ما تمامی اینا رو داریم ولی از بمب اتم نمیتونیم استفاده بکنیم.
الان روسیه هم اتفاقا کشور خوبیه واسه اینکه بمب اتم استفاده بکنیم. میایم اینجا تو قسمت موشک هامون، ببینید اینجا نوشته میشل تایپ، نوع موشک هامون رو انتخاب میکنیم بسته به نوع موشک هایی که در واقع تو انبارمون هست و کارهایی که مختلف دارن اینجا نشون میدن. توی موشک های اول موشک های بالستیک رو نشون میده، توی موشک های دوم موشک های کروزمون رو نشون میده. این یعنی چی؟ یعنی فرضاً ممکنه خب مثلا منطقه مسکو بمبارون بشه و شما نتونید از سایدای موشکیشون به نحو احسن استفاده بکنید، میاید از طریق فرودگاهاتون و از طریق هواپیماهاتون این کارو میکنید. قاعدتاً موشکهای کروز رنج کمتری دارن، قدرت تخریب خب کمتری دارن دیگه نسبت به اون ساتانی که از اینجا بلند بشه و جر بده. ببین الان یه دونه مثلا موشک ساتان 8000 کیلومتر رنجشه، دقتش 65%. حالا هزینه‌هاش هم نوشته دیگه و چقدر سیویلین میخوادش. موشک‌های کروز مثلا اولیش می‌بینید که رنج 400 کیلومتر داره با در واقع دقت 65%. خب قاعدتا ما موشک ساتان رو انتخاب می‌کنیم اینجا تو این بخش. میایم اینجا بچه دوباره تو این بخش موشک ها و کلاهک های هسته ایمون، کلاهک هامون اصلا نگیم کلاهک های هسته ای، چون دوباره کلاهک ها به دو بخش مختلف تقسیم میشن. بچه موشک ها رو میبینیم اینجا، انواع اقسام نوع مدل های موشک رو داریم. فرضاً موشک هایی که آقا مثلا چه میدونم 450 کیلوگرم مثلا قدرتشه، اون پایین نوشته High Explosive 450 کیلوگرم. ببین دیگه تخصصی داریم میگیم آنتی الکتریکال وارهد. آقا این بمب، این در واقع موشک ها و کلاهک ها ضد الکتریسیته هستن و مثلا برق اون منطقه رد میشه. آنتی رادییشن، ضد رادیو و قسمت های چیز که دارن. مثلا آقا شما با روسیه میخواید به اوکراین حمله بکنید، میایید از این موشک ها استفاده میکنید و تمامی فرودگاه ها، رادار ها و اینترنت و اوکراین رو با این موشک ها رنده میکنید و میرید جلو. آنتی رانوی، این کاملا دیگه مشخص زیر ساخته کشور رو میزنه که دیویژن ها نتونن فرار بکنن درست و شما بتونید رانویشون بکنید. و کلی موشک های دیگه، حتی موشک 900 کیلوگرمی داریم که کلن تمامی بخش ها رو هم میزنه. بانکر بوستر که فقط بانکر ها رو میزنه و نگم واسهتون، هر کدومش کارایی های مختلف خودش داره. موستتون نگه دارید میگه که کدوم بخشا رو بیشتر شلیک میکنه و میزنه و مورد هدف قرار میده. این از این. میایم قسمت دوم مربوط به کلاک های هسته ایمونه. بچه تو ماد ملنیوم دان قدرت های بمب اتم از 15 کیلوتون تی ان تی شروع میشه تا 10 مگاتون تی ان تی قدرت نابودگریش. یه سری بمبای کوچک هست، مثلا مینی نیوک 5 کیلوتون تی ان تی قدرتشه. عرضم بزرگ تو که نوترون بمب هم داریم که قدرت‌ها رو نوشته دیگه، مثلا تاکتیکال استرایک اورگانایزیشن 3ه، تاکتیکال استرایک استریج دمیجش 5ه. 25% باعث میشه که منطقه رادیواکتیو بشه. ببین اینا بونوسای مختلفشو داره دیگه، مثلا اون یکی 5% بود. ببینید آهان، ببینید هر چقدر اینا بیاد پایین تر تا آخریش مثلا 10 مگاتون تی ان تی اگه شما بمب اتم بزنید توی استیت، باعث میشه که اون منطقه 90% رادیو اکتیوی بشه. مثلا مینی نیوک 5 کیلوتون تی ان تی 10%. ولی خب تخریب پذیری ها رو میبینید دیگه، مثلا بمب 10 مگاتون تی ان تی 160 و 160 تخریب قدرتش هست. این هم در واقع کلاک های مختلفی که داریم. حالا چجوری اینا اکتیف بشن؟ بچه خیلی راحته، یعنی اصلا سختش نگیرید. ببینید شما به راحتی موستون رو ببرید اینجا، پیش نیازهاشو بهتون میگه، میگه خب اوکی شما اول باید این داخل اینونتوریتون باشه. خب ما اینو داریم. میگه نیکلر استاتوسمون نباید ما بمب هسته‌ای رو بند داشته باشیم. میایم اینجا خیلی راحت، خب ما بمب هسته‌ای رو توی استاتوسامون ببینید اینجا داریم دیگه، نیکلر ریپن بن، میگه همچین چیزی رو ما نباید داشته باشیم. خب این از این. دوباره چی میگه؟ راشا هز نیکلر استاتو نیکلر پاور اور سیکرت نیکلر پاور. میگه یا باید ما قدرتمون نیکلر پاور باشه، این یکی،
یا باید نیوکلیر پاور باشیم یا سیکرت نیوکلیر پاور، قدرت هسته‌ای مخفی یا قدرت هسته‌ای دیگه اعلام بکنیم. یکی از این دو مورد رو میخواد. این دیگه آموزش‌های بیسیک شده است، دیگه در جریان باشید. قسمت بعدی چیه؟ میگه وان آف ده فالوینگ ماست بی ترو. یکی از این چیزا باید درست باشه. میگه توی قسمت نیوکلیر استاتوس ما باید یه چیزی داشته باشیم به اسم چی؟ نیوکلیر تریاد، اگه اشتباه نکنم تریاد یا تراید، یعنی مثلا قبلا امتحان کرده باشید. اینم در واقع قسمت بعدی که خدا رو شکر ما با روسیه داریم. حالا اگه زورتون رسید پوتکال پاور رو بردید، میتونید نیوکلیر نیوی، نیوکلیر ایر فورس، نیوکلیر و قسمت های مختلف رو کلن بیارید بالا. ببینید قشنگ تک تک این المان ها رو بخونین قشنگ گیرتون میاد. یا میگه اگه نیوکلیر تریاد ندارید نیوکلیر ایر فورس رو داشته باشید، لند بیست نیوکلیر میشل رو داشته باشید. یعنی اینا همش ادامه ایناست، نیوکلیر نیوی، لند بیست نیوکلیر میشل، نیوکلیر ایر فورس و و کلی قسمت های دیگه. این از این. اما مهمترین نکته که حالا اینجا نوشته نشده و نسبت به داکتریانامون گفته نشده، تمامی این بخش ها مربوط به نیوکلیر استاتوسه. یعنی شما خیلی شیک و مجلسی میتونید اینجا داکتریانا رو بر اساس این اصلا اسکرین شات بگیرید، یه همچین چیزی رو آقا به وجود بیارید و ما بقیه ماجرا رو برید جلو دیگه. یعنی شما این ستا رو داشته باشید میتونید به راحتی از بمب اتم استفاده بکنید. البته پیش نیازهایی هم نیاز داره. اما داکتریان هامون چیه؟ ببین ما بچه ها یه سری داکتریان داریم، داکتریانی که آقا فرست استرایک باشه. یعنی چی؟ یعنی این که آقا اگه ما بمب اتم داریم و وارد جنگ شدیم با یه کشور، ما جزو اون کشوری باشیم که اول بمب اتم بزنیم. این خیلی نکته مهمه بچه. دو تا پتانسیل مختلف اینجا داریم، خوب با دقت گوش بکنید. اگه فرست استرایک نداشته باشید، مثلا اینو داشته باشید اوکی، و بیشتر رو حالت آلرت بذارید و حالت هشدار، میبینید که آقا میخواید بمب اتم استفاده بکنید، مثلا اینجا، حالا یه ساید موشکی من کجا گیر بیارم توی شوروی، آقا مثلا سن پترزبورگو داره. خب ببینید ما اینجا مثلا میتونیم شلیک بکنیم به شهرهای مختلف، ولی ببینید ما الان با کشوری وارد جنگ نیستیم و نمیتونیم بمبای اتممون رو به حالت هشدار و آلرت بذاریم. این داستان چیه؟ میگه در صورتی که، یعنی ما به صورت بیسیک شده اصلا قبل از اینکه هر اتفاق بیفته، ما میتونیم چند تا استان و ایالت رو به صورت آماده باش حالت هشدار اتمی قرار بدیم که اگه احیانا ما وارد جنگ شدیم بتونیم ازش استفاده بکنیم. فایر هم که کاملا مشخصه، در جا ازش استفاده میکنیم و میریم جلو. حالا نکته ای که پیش میاد، میاید میبینیم خب اوکی آقا فراد، ما همه این کارا رو کردیم ولی بازم موشک شلیک نمیشه، داستان چیه؟ ببین ما اگه مثلا این منطقه رو بزنیم، دقیقا یه بار دیگه من بیسیک شده شو انجام بدم تو متوجه بشید. ببین اینو کنسل میکنین، موشکتون رو انتخاب میکنین، هر موشکی که دارید بمب اتمتون هم بسته به انتخابتون انتخاب میکنین، یه استیتی که در واقع سایدای موشکی داشته باشه انتخاب میکنین. مثلا واسه روسیه سن پترزبورگ رو داریم. این روی پایین المان های پایین سمت چپ کلیک میکنین. اینجا نوشته دیگه بچه سه تا بخش داریم، زمین، دریا و عرضم بزرگ که هوا. حالا روسیه و آمریکا و کشورهای مثلا پیشرفته اینجوری میتونین از دریایی و اینا استفاده کنین. دریاییش حالا چه جوریه؟ شما ناوگان دریاییتون رو خیلی راحت میارید اینجا و از طریق مثلا بنادرتون شلیک میکنین، یعنی از طریق زیر دریایی ها میتونین شما بمب اتم شلیک بکنین. بعد از اینکه آقا استیتتون رو انتخاب کردید و نوع موشکی که انتخاب کردید که چجوری شلیک بشه، از طریق دریا شلیک بشه، زمین شلیک بشه، نمیدونم، و از طریق هوا، شما یه استیتی که مثلا مد نظر گرفتید، مثلا لهستان، آقا اینو میذارید رو حالت شلیک. خب ببینید دو تا قسمت الان برامون باز شده، یکی به حالت آلرته، یعنی به حالت هشدار که اگه ما وارد جنگ با لهستان شدیم این خودش اتوماتیک شلیک میکنه و میزنه. نکاتی که این وسط داریم بچه، ممکنه این وسط لهستان از مثلا آنتی بالستیک استفاده بکنه، موشکای آنتی بالستیک، و اگه شما یه دونه بمب اتم انتخاب کرده باشید احتمال اینکه نخوره هست. تبصره
ما گفتیم موشکای ساتانی که انتخاب کردیم اکیوریتیش 65%، یعنی 35% احتمال داره که موشکتون تحت هیچ شرطی توی ورشو نخوره. به هر حال میتونید حالت هشدار بذارید. میگیم خب اوکی، ما حالت هشدار گذاشتیم، شلیک نشه، ما اصلا میخوایم مستقیما حمله بکنیم. این بچه دیگه بستگی به استرایک لیمیت های لهستان و داکتریان هایی که انتخاب کردید، میگید آقا واسط مهم نیست، شلیک بکنید و بر اساس قدرت اتمی اون نباشه. یعنی الان من آلو دیپلو رو بزنم، فایسا آلو دیپلو دیکلر وار، الان با کل ناتو وارد جنگ میشیم. بذار ببینم این از این. خب کوشش ببینید، هنوز واسمون باز نشده. ببینید همه تیکامو خورده، ما حقیقتا رو حالت هشدار قرار ندادیم، ما فایر رو میخوایم. ببینید بستگی به تعداد بمب اتمی که اینا دارن. خب ما حالا میذاریم رو حالت آلرت، دوباره میایم انتخاب میکنیم یه موشک ساتان. عرضم به حضورتون که دوباره یه بمب اتمی سنگین از ساتر از سن پترزبورگ میایم. آقا این دفعه برلین شلیک بکنیم. ببینید الان تیکش واسمون باز شده. و یه نکته دیگه، حتما اگه بخواید این قسمتتون واسهتون باز بشه، باید قدرت کلاهک‌های هسته‌ایتون بیشتر اون کشور باشه تا بتونید استفاده بکنید. راحت فایر رو میزنید و اتفاقی که میفته یا انیمیشن نشون میده یا اگه نشون نداد اینجا میتونید متوجه بشید که بمب اتمتون شلیک شده یا رادیواکتیو شده این منطقه یا نه. الان منتظریم که ببینیم اتفاق میفته یا نه. این نکته رو بگم، ببین الان شلیک شد چون اینجا هم خورد دیگه، پس منطقه هم رادیواکتیو شد و ولی خب انیمیشن نشون نداد. منطقه هم تو که مشاهده میبینید بونوس های به شدت منفی رو اینجا میگیره. پس اینم از آموزش کامل در واقع چجوری بمب هسته‌ای استفاده بکنیم. حالا بیم اینجا مثلا فکر کنم بشه این کارو کرد. ببین ما اینجا مثلا موشک های ساتان و اینا رو که نمیخوایم، مثلا این از طریق اینجا. ببینید موشکامون که خب قاعدتا مختلفه. ببینید از اینجا که نمیشه شلیک کرد، این که هیچی. ببین اینجا چون صرفا به خاطر تست دیگه، من کل ناوگان هواییمو اینجا پیاده کنم که نشونتون بدم از طریق هوا هم چجوری شلیک میشه. حالا هم بچه ها میگن از اون طریق، ولکن آقا سریع میزنیم بیاد بالا. خب این کل ناوگان هوایی ما خب بخوایم اینا رو شلیک بکنیم، از موشک های کروز قاعدتا باید استفاده بکنیم و بمبای اتم مختلف که اینجا میشه استفاده کرد. خب استیت اینجا رو انتخاب میکنیم. فکر کنم هنوز هواپیمامون ننشستن. سلکت ALC. ببین نوع موشکتون هم اهمیت داره ها. ببین مثلا الان اینجا، ببین مثلا من اینو اگه انتخاب بکنم بازم نمیذاره. از طریق دریا چی؟ میگم باید بگردیم پیدا بکنیم کدوم از موشک هامون در واقع کروزن، کدوم از ناوگان دریاییمون چجوری هن. ببین قسمت های مختلف رو داریم دیگه، زورمون برسه میتونیم استفاده بکنیم و چراغش روشن میشه. اینا تخصصی تره، یعنی باید نوع هواپیمایی که در واقع این قابلیت رو داره پیدا بکنیم. مثلا بذار ببینم، نصف شما بیاید اینجا، شما بیاید این طرف. بذارید من اینا رو هم نصفشون کنم. چقدر فرودگاهش آشغالی روسیه. خب این از این، شما هم نصفتون بیاید اینجا، شما صد تا بیاید این ور. آماری کلا بذار من یه تقسیم بندی جینگولی مصوم داشته باشم. این از این، شما 206 تا هم نصفتون بیاید این ور، شما هم اینجا، یه کوچولو اینجا اضافه داریم، صد تا بیاد اینجا و یه صد تا بیاد این ور. خب ما اینا رو تقسیم بندی کردیم، الان باید ببینیم قاعدتا تو هر استانمون میتونیم این قابلیت رو استفاده بکنیم یا نه. گفتم بستگی به نوع موشکی که دارید استفاده میکنید. بعضی از این موشک ها رو از طریق دریا هم میتونید استفاده بکنید. مثلا از این موشک ها که من استفاده کردم ببینم، این موشک های ساتانمون مگه نیست؟ ببین مثلا موشک ساتانمون ببین از طریق زمینه. خب و اینا هم زمینی هن، اینا هم زمینی هن، اینا هم زمینی هن. ولی اینجا اوضاع دوباره عوض میشه، دوباره این هم زمینیه. آهان نوع این فرق میکنه. ببینید اینجا مثلا باید بگردید پیدا بکنید ببینید
این نوع موشکش چیه و از کجا میتونید استفاده بکنید. مثلا این موشکیه که خب رنجش چند کیلومتره؟ 2000 کیلومتر اکیوریسی به شدت پایینی داره. یا دوباره اینجا این موشک رو انتخاب میکنیم، بعد باید ببینیم اون هواپیما قابلیت حمل بمب اتم دارن یا نه. خب قاعدتا اگه آمریکا باشیم خیلی این چیزا واسمون راحت تره، مثلا اینا همش واسمون بسته است. خیلی دیگه این قسمت تخصصی میشه. به نظر من تا اینجا پرونده بمب اتم رو ببندیم، ولی ما اینجا یه سری تبصره داریم واسه این که شما بمب اتم بتونید استفاده بکنین. ما کلا اینجا دو نوع حالت اورانیوم داریم، اورانیومی که درصد کمی غنی سازی شده و اورانیومی که درصد بالایی غنی سازی شده. یعنی دقیقا شما از U235 اینجا استفاده میکنین. همونطور که میبینیم به صورت هفتگی 700 تا به ما اورانیوم غنی شده میده. شما با این 700 تا خیلی راحت میاد اینجا بمب اتمتون رو خیلی شیک و مجلسی بر اساس حالا کیلوگرمی که اینجا داره و قدرتی که تخریبی که میخواید انتخاب میکنید و میسازید. ما الان هیچی نداریم، باید یه هفته صبر بکنیم اینا رو بسازونیم. بازم هر سوالی که نسبت به بمب های اتم دارید حتما حتما سوال بکنید، کمکتون میکنم تا این مشکلات حل بشه. خب آقا این بخش اتمی که تموم شد، ولی قبلش من یه توضیح دیگه هم بدم. ببین اینجا شما میتونید انتخاب بکنید که از چند تا سیلو استفاده بکنید، از چند تا بمب اتم استفاده بکنید. مثلا ما اینجا ماکسیموم سیلویی که داریم، درسته؟ آره. ببین ما تا 10 تا سیلو میتونیم از سن پترزبورگ استفاده بکنیم. این یعنی چی؟ یعنی اینکه به صورت همزمان از 10 تا سیلو همزمان شلیک میشه در دوریشن 5 تایی. اصطلاحا یعنی چی؟ یعنی اینکه شما فرض کنید از 10 تا از استیت های سن پترزبورگ 10 تا موشک بالستیک و اتمی شلیک میشه، مثلا تو ورشو توی 10 تا استانهای مختلفش، حالا نیرو دارن یا هر چی. این یک دوریشن میشه. دوریشن دوم دوباره بر اساس تایمی که داره حملات دوم اتمی اینجا شکل میگیره، دوباره سومی، چهارمی و پنجمی. حالا این دیگه بستگی به خودتون داره که تعدادش رو چجوری تنظیم بکنید. بر اساس حالا قدرتی که دارید و داکشریانایی که دارید میتونید اینا رو تنظیم بکنید. ببین ماکسیمومش حالا مثلا واسه روسیه توی استیت تا 24 تا رو میتونید برید، دیگه 25 تا رو اجازه نمیده چون اینجا تیکش دیگه خاموش میشه. یعنی شما 120 تا بمب اتمو خیلی شیک و مجلسی شلیک میکنید از اینجا. مثلا چه میدونم، بیاید آقا بیا لندن، بوم، ببینید دیگه چه اتفاق میفته دیگه. و خیلی سریع هم رادیو اکتیو بوم. ببینید یه نکته رو من بهتون بگم، این دوریشن و سیلوهایی که انتخاب میکنید خیلی مهمه. بریم تخصصی تر، مثال پاریس رو اگه کلیک بکنیم میبینیم که پاریس متشکل شده از 1, 2, 3, 4, 5, 6 تا استیت مختلفه. اون سالوو یا همون سیلوهایی که حالا اصطلاحاً استفاده میکنین، این باعث میشه که الان ما چون 22 تا 24 تا سیلو انتخاب کردیم کاملا تمام استان رو میزنه، کل استان رو لطپار میکنه و رن میاد بیرون. اینجا حالا من آره این آپدیت جدیده اعمال شده با DLC جدیده، میخواستم اینو نشونتون بدم با ایران که آقا این مناطق شیرازم اومد، اهواز و نمیدونم یه سری شهرهای مختلف مثل اصفهان اینجا میبینید آیکونش اومده، همچنین تبریز و همچنین هم مشهد. این هم یکم قشنگ شده بود، اینو میخواستم ببینیم با هم. خب این از این، بلافاصله در واقع از بمب‌های اتم بکشیم بیرون، بریم سراغ قسمت‌های تولیدات موشک‌ها. خب ببینید بچه من نوع موشک‌ها رو بهتون توضیح دادم و کارهایشون هم گفتم بهتون. اینجا دیگه بر اساس خودتون میاد تصمیم میگیرید آقا من دوست دارم از اون موشک‌های کروزی که در واقع بهم گفتی فراد جان بسازم. اولیش اینجاست آقا، اینجا گیت شدید بلافاصله بیاید تو این قسمت تو موشکاتون ببینید آقا رنجشون چجوریه، تو چه در واقع جناحی هن، داستانشون چیه و اوضاعشون از چه قراریه. به عنوان مثال ما الان ببینید 300 تا موشک RT2PM2TM داریم. خب اینا خفن ترین موشک های روسی هن که مشاهده میکنین، 11000 کیلومتر رنجشونه
عرضم به حضورتون اکیوریسی 80% رو دارن، یعنی ردخور نداره این موشک ها، میخوره. پس شما خیلی راحت میایید اولین موشک رو که در واقع اینجا انتخاب میکنید، میگید او این جزء موشک های زمینی ماست، خیلی راحت انتخابش میکنید، با کنترل 10 تا 10 تا و با شیفت 100 تا 100 تا اضافه میشه. اینجا راحت شیفت رو بگیرین، هزینه و روز رو بهتون میگه، خیلی راحت میتونین اینجا بسازونیش. ولی خب هزینهش ببینید دیگه، 6 و 7 میلیارد دلاره. ببینید قابلیت ساخت این موشک ها رو دارید یا نه. IRBM این موشک ها دوباره بچه تقسیم بندی میشه روی موشک های زمینی. خروشچوف، موشک های خروشچوف رنج پایینی دارن درصد. ببینید موشک ها دیگه تقسیم بندی میشن دیگه بر اساس قیمت و داستان. مثلا این همینو بخوایم 120 تاشو بسازیم، قیمت 2.4 میلیارد دلار، ولی خب رنج کمتر میتونید استفاده بکنید. بچه اگه اشتباه نکنم موشک ها به 3 برد، کوتاه برد، میان برد و قاره پیما تقسیم بندی میشه. اینا دو نوع موشک اول، اولیش قاره پیما، دومی ها حالا کوتاه برد و میان برد و تا رنج ماکسیموم 3000 کیلومتر و 5000 کیلومتر هم حالا ریسرچ های جدید بکنید میاد. خب موشک های بعدی SLBM، اگه اشتباه نکنم این موشک هایی که در واقع واسه دریایی استفاده میشه، موشک های بالستیکی از طریق دریا استفاده میشه، موشک های ALCM رنج 1000 کیلومتری بیشتر ندارن، جزء موشک های خب میان برده، نمیدونم وسط برد بود چی بود اسم دقیقشو نمیدونم نظامیشو. موشک های CLCM این هم دقیقا موشک هایی که فکر کنم از طریق سابمارین شلیک میشه، از نوع شکل موشک ها هم میتونین در واقع انتخاب بکنین. ولی یه سری موشک های مختلف دیگه هم داریم که اینجاها به کار میان. به قیافه ها مشخصه دیگه، اینجا خود قیافه ها رو میگم. ولکاف S300، او خب اوکی. به این موشک های S300 مثلا میایم اینجا، اینا که نیستن، اینا هم که نیستن، اینا هم بچه ها HSCM بچه، اینا خیلی دیگه تخصصی و نظامیه، کار به اینا نداریم. این موشک های چی بهش میگن؟ عرضم بزرگ تو که هایپرسونیکه که ما اصلا تکنولوژیشو نداریم. خب موشک های سم، موشک هایی که سم هستن، نه شوخی میکنم، موشک هایی که در واقع رنج کمی دارن، کوچولو هن و کارشون اینه که از طریق زمین شلیک بشن و هواپیمای هوایی رو بزنن، اصطلاحا پدافند دفاعیمون میشه. پس قاعدتا این هم جزء خفن ترین موشکایی که میتونیم بسازیم. به عنوان مثال ما میتونیم مثلا 200 موشکای S300 رو بسازیم. بخوام تاریخش رو بگیم، خب ترکیه جزء کسایی بود که این موشکای S300 رو از شوروی، از روسیه خرید، که این موشک ها کارشون اینه دیگه، F-35 های آمریکایی رو رندشون رو بزنن. پس شما میتونید خیلی راحت از اینا بسازید. رنج 200 کیلومتری داره، اینترکپ چانسش 75% احتمال داره که به اون هواپیما هم بخوره. حالا جلوتر میریم چجوری کار میکنه. موشک های ABM اینا هم در واقع جزء موشک های حساب میشن که از طریق دریا هم میتونین شلیک بکنین. OLV خب بچه موشک های اولوی در واقع همون موشک هایی بود که بهتون گفتم، موشک های فضاپیمایی ماست. اصلا نمیتونید توی چی بهش میگن مصارف نظامی از اون استفاده کنید، فقط قاعدتا میتونید در مصارف اقتصادی و ماهواره‌ای و اینجور داستان ها استفاده بکنید. خب بچه یه بکگراند داشته باشیم نسبت به بمبای اتم و موشک هایی که میخواییم استفاده بکنیم. به من کامنت میذارن دشوارات، ما همه این کارا رو که گفتی رو انجام دادیم، ولی این میگه نمیدونم GNS فلان چیشیک میخواد، نمیتونیم شلیک بکنین. اینجا باید برگردیم سراغ ماهواره ها. 3 نوع ماهواره داریم: Global Navigation Satellite System یا همون GNSS مون، یا Satellite Communication System یا SCS مون، و Reconnaissance Satellite System. این هم مربوط به موشک های خیلی این انگلیسی سخته. آره دیگه، ببینید 3 تا موشک های مختلف داریم بچه ها. اگه شما
بخواید موشکی رو شلیک بکنید و تکنولوژی بالایی داشته باشه، شما باید ماهوارهای نظامی داشته باشید. یعنی چی؟ یعنی قشنگ همه چیز رو از بالا و جهان کنترل بکنید تا بتونید موشکاتون رو خیلی دقیق و دقت بالایی شلیک بکنید. اینجوری هم نیست که یا علی بگین و موشکتون رو شلیک بکنید. ما این قابلیت ها رو داریم که داریم استفاده رو انجام میدیم و حتی ساده ترین موشکتون هم نمیتونید شلیک بکنید یا حتی بمبتون رو بزنید. میگه آقا شما باید میلیتاری داشته باشید و اینا رو، حالا اینا رو هم بهتون میگم. خب این قسمت OLV رو که گفتیم، GNSS ها در واقع ماهوارهای اولی حساب میشه، کمسط ها ماهوارهای دوم که مربوط به اینترنت، SPY-SAT همون ماهوارهای جاسوسی مونه. دو تا قسمت دیگه داریم، KILLSAT که در واقع باعث میشه که شما از طریق این KILLSAT ها سلاحای در واقع ماهواره‌ایه، شما ماهواره‌های دشمن رو رندشون رو بزنین و نابود بکنین. رودزم مربوط به سلاحای لیزری مونه. خب این بخش رو داشتیم، حالا چی کار بکنیم که واسه این که ماهواره‌هامون رو بیشتر بکنیم، رسیورهای بیشتری بگیریم و از نهایت بونوسامون نهایت استفاده و بهره رو ببریم؟ ببینید گلوبال نویگیشن ساتلایت سیستم قسمت سمت چپش رو میگم. قسمت سمت چپش باعث میشه دیویژن اسپید بگیرید، ایر ساپورت میشن افیشینسی بگیرید، ناوال میشن افیشینسی بگیرید، استراتژیک بمبر بگیرید، پوزیشنینگ بگیرید، ناوال هیت چانس هم بگیرید. بچه ها درصدای این از 4 تا 20 درصد، دوباره 5 تا 25 درصد، 6 تا 30 درصد، 7 تا 35 درصد و ماکسیموم تا 8 تا 40 درصد واسه همه کارایی داره. بر اساس حالا تکنولوژی که شما ارسال بکنین اینا آپگریدشون میشینه. سمت راستی چی کار میکنه؟ کانستراکشن اسپید میده، اینفراکشن آهان اوکی، این مربوط به جاده سازیه. دقیقاً جاده سازیامون رو در تیراژ بالا میاره بالا تا بتونیم سریعتر جاده سازی بکنیم و در قسمت آخرم ریسورس گین افیشینسی. بچه واسه ایران که بر اساس منابع و اقتصاد تک محصولی نفتیه به شدت به این مسیر سمت راست نیاز داریم، چون ریسورس گین افیشینسی میده، اونم 20 درصد. یعنی شما قاعدتا بخواید خودتون رو باید پاره بکنید. ببینید 15 درصد، 3 تا از اینا رو باید برید، یک عمر از وقتتون رو بذارید، 3 سال از وقتتون رو بذارید این مسیرها رو برید تا بتونید به این درصدی که اینجا ماهواره بهتون میده برسید. ساتلایت کامیونیکیشن سیستم، موشکایی که مربوط به اینترنت، سرعت اینترنتتون هر چقدر بالاتر باشه دیویژن اورگانایزیشن میگیرید، پلنینگ اسپید میگیرید، ماکسیمم کامند پاور میگیرید، اسکورت افیشینسی میگیرید، اینترپت میشن افیشینسی میگیرید و فلیت کوردینیشن میگیرید. اینا خیلی خوبه، هم بونوسای دریایی، هوایی و زمینی بهتون میده. مسیر سمت راستش پروتکل پاور بهتون میده، اینکریپشن و دیکریپشن بهتون میده، ضد جاسوسی و در واقع جاسوسی، اینتل نتورک استرنجتون میاد بالاتر و اپریشن افیشینسی تون میره بالا و بالاتر. در قسمت آخرم که مربوط به ماهوارهای جاسوسیه، ماکس پلنینگ فاکتور ریکانز، این یکم داستان داره. بد ویدر پنالتی، این مربوط به قسمت هوایی، اسپاتینگ چانس باعث میشه که چه از طریق دریا چه از طریق هوا فایتراشون رو بهتر پیدا بکنین. کانبر ریدی افیشینسی مون هم میاد بالا. مسیر سمت راستشون ریسرچ اسپید میده، سیویلین اینتلیجنس، آرمی اینتلیجنس، نیوی اینتلیجنس، ایر اینتلیجنس و کلی چیزای مختلف دیگه. یعنی چی؟ یعنی شما اگه یه ماهواره اسپای داشته باشید 6 تا 30 درصد و از نهایت بونوساشون استفاده بکنید، شما خیلی راحت بر اساس حالا نفوذی که بر اون کشور دارید میتونید کل جاسوساشون رو ببینید، نیروهاشون رو ببینید، چیا دارن، سلاحاشون چیه و کلی چیزای مختلف دیگه. پس یادتون باشه رابطه گلوبال نویگیشن ساتلایت سیستم با موشکاتون هم داشته باشید، سعی کنید بروزترین ماهواره رو ارسال بکنید. حالا چجوری ارسال میکنیم؟ خیلی سریع شیک و مجلسی من اینجا رو توضیح بدم تا بریم سر اصل جنس موشکامون. ببینید شما اینجا همونجوری که گفتم مثلا GNS نوع در واقع ماهواره که میخواد رو انتخاب میکنید، همیشه هم سعی بکنید بروزترین ماهواره رو انتخاب بکنید دیگه. معمولا آخری ها بروزترین هن، ولی میتونید تا یه درجه سال 2005 رو باز بکنید بعد برید بالا سرش. خب من اینجا یه توضیح هم بدم، این ماهوارهای GNSS، این مسیر سمت راستی ماهوارهای جاسوسیه و ماهوارهای اینترنتی. حتی مثلا روش کلیک بکنیم نوشته که آقا 128 مگابیت پر سکند سرعت
اینترنتشونه. ما الان آقا میخوایم GNSS های سال 2005 رو ارسال بکنیم به فضا. خب شما خیلی شیک و مجلسی میایید اینجا، همون کاری که قبلا گفتیم، شیفت رو نگه میدارین و اینجا دوباره یه شیفت دیگه با هزینه اگه اشتباه نکنم 60 میلیارد دلاره یا شاید هم کمتر، 60 میلیون دلاره، اینو دیگه دقیقا نمیدونم عددش بر چه اساسیه. استارتو میزنی، 160 روز طول میکشه تا این ماهواره ها ساخته بشه. پیش نیاز این ماهواره ها این موشک های سمت راسته، OLV ها. ببینید این موشک ها نوشته پیلود مسشون 12 تنه. یعنی چی؟ یعنی شما این ماهواره که ریسرچ کردید وزنشو نوشته. ببین اینجا کجا رفتیم. ببین این ماهواره ها وزنی هلوش 2800 کیلوگرم داره. پس با یک فضاپیماتون عملا میتونید 4-5 تاشونو ارسال بکنین به فضا. 4 تاشون، حالا یا 3 تاشون، 4 تاشون رو میتونین بفرستین فضایی. پس به ازای یک فضاپیما شما میتونین 4 تا ماهواره ارسال بکنین. حالا چجوری ارسال بکنین؟ میایم اسپیس سنتر. خیلی راحت، مثلا ما اینجا یه پروتون کی بلاک دی ام رو داریم، 49 تا ازش، وزنشون هم 12 تنه. موشک های مختلف که حالا اگه ساخته شد اینجا انتخاب میکنیم و خیلی راحت لانچو میزنیم. آره دیگه، گاهی اوقات دیدید من تو ویدیوها میگم خب این مثلا 100 تا داریم، اینجا 200 تا، 200 تا مثلا 3 کیلوگرمیه، 200 تا 3 تا میشه مثلا چه میدونم 12 تن. پس قاعدتا ما اینجا باید مثلا 100 تا ازش ارسال بکنیم. حالا یه سری چیزای دیگه هم هستا، اسپیشال پرپس پیلود و اینا، اصلا میتونیم چه میدونم ماشین بفرستیم و کارهای دیگه بکنیم و ویکتوری پوینت بفرستیم. اینا رو حالا دقیقاً نمیدونم، اینو میپرسم خودم هم حقیقتا نمیدونم این یکی ها اسپیشال پرپس ها واسه چیه. این هم واسه ارسال کردن موشک های هواییتون. خب تمام این بحث ها رو گفتیم، بچه ها همه حالا میگن اوکی دمت هم گرم، این چیه؟ بچه ها به جرعت میتونم بگم خفن ترین چیز واسه این که داشته باشید پدافند دفاعیتونه. داستان چیه؟ داستان از این قراره که ما چندین جناح و بخش مختلف داریم، زمین، دریا. همونطور که گفتم ما یه سری موشک هایی داریم به اسم سم که در واقع کارشون اینه که موشک هایی که از زمین به هوا، کارشون اینه که فقط هواپیمای دشمن رو بزنن. به ما الان اینجا کلن 12 تا موشک S-300 بیشتر نداریم. میگه اگه بخوای 12 تاشو دیپلوی بکنی دمیج 3 میده، استاتیک آنتی ایر دمیج فاکتور، دقیقا ضد هواییه یه جورایی، هیت چانسش هم 45% و ما میتونیم قسمت اوتو دیپلوی رو بزنیم که خودش اتوماتیک این کار رو انجام بده. بچه ها هیت چانسمون هم مثلا اینجا 60%، یعنی 40% احتمالی که آقا اینو نخوره هست. حالا بعضا ما میایم اینجا موشک های S300 پیمون رو استفاده میکنیم، اینجا مثلا چه میدونم 100 تاشو انتخاب میکنیم، اوتو دیپلوی رو برمیداریم، آره 100 تاشو انتخاب میکنیم، اوتو رو میزنیم، ببین دمیج اومد بالا و بتری ریتمون رو 500% کرد، هیچ چانسمون 300%. ببین ما عملا ناوگان هواییمون استفاده نمیشه، ولی قاعدتا اون جایی که ما سامانه موشکی و پدافندی داریم اینا نهایت استفاده و بهره رو میبرن. اینجا که خب میدونید دیگه، اینجا ما بذار ببینم یه آیسی بزنم صرفا واسه اینکه تست بکنیم ببینیم چجوری کار میکنن. سم سایت، ببین ما اگه سم سایت ها رو کامل خیلی شیک و مجلسی در تمام استان هامون بسازیم این اتفاق پیش میاد. توی درگیری های هوایی راحت اینا جر میخوان. ببینیم ما 45 تا آنتی ایر گانز داریم توی این استیپ، ببینید هیچ کشته ای ازشون نمیگیریم. قاعدتا هم خب رادار هم پیش نیاز اصلی و جنس ماجرا هست دیگه واسمون. رادار هم که داریم که ماهواره‌هاش رو بتونیم ببینیم. خب من یه چند تا فایتر مدل میگه 29 ها رو بیارم، بذار از همین ها استفاده بکنیم. آره سوخو 27 رو من استفاده بکنم، همه رو بذاریم رو اینجا. خب ببینید ما راحت اینجا داریم ازشون کشته میگیریم دقیقاً، حالا چه به واسطه زمین چه به واسطه هوا قشنگ داریم کشتشون رو میگیریم. اصل جنس دوباره اینجا ما درگیری داریم. بذار من این 500 تا رو خالی بکنم اینجا، صرفا میخوایم اون
سما رو ببینیم دیگه. ببین اون هواپیماهایی که آهان ببین این مثلا enemy plane downed by anti-air، یعنی ما خیلی شیک و مجلسی اینو با در واقع سمها و سایدهای موشکمون زدیم. Grand missions دقیقاً. پس این به این کار میاد. ببینید 400 تا ازش دیپلوی کردیم، باتری ریت 100% و هیت چانسش هم الان شد 60%. پس الان سایدهای موشکی و پدافندامون کاملا گیاهی و تضمینی آماده رزم هستن. خب ببین جا یعنی الان ناتو هم عوضی شروع میکنه به لند کردن، دقیقا همینجا هم لند زد، کاری بهش نداریم. خب به ما الان هوای اینجا رو گرفتیم. خب به تعداد کشتامون داره میاد بالا و بالاتر. ببینید آنتی ایل دوباره بذارید یه حرکت فول بزنم اینجا که خب پدافند داریم. این از این یه چند تا رادار هم بسازیم تا کامل هوا رو داشته باشیم. ببینید با اینکه ناتوه و خفن ترین ناوگان هوایی رو داره، ولی خب یه جورای برتری هم میتونه از آن ما باشه دیگه. میگم به خاطر همین سما رو احتیاج داریم. خب این یکی در واقع Integrated Air and Missile Defense System، در واقع سیستم دفاعی موشکی و هوایی. این از این. حتی از طریق دریاها هم ما میتونیم دیپلوی بکنیم. مثلا من 200 دیپلوی بکنم. آنتی ایر اتکمون، ناوال آنتی ایر اتکمون میاد بالا. بچه دیدین فرزن توی دریاها اینا بمبارون میکنن و از طریق هواپیماشون ناوگان هوایی ما رو میزنن. اگه یادتون باشه تو پورتای ایران ما ناوگان داریم کانویریت میکنیم، ناوگان دریای هند و چاینا رو همه رو داریم، ولی آمریکا میاد همه رو نابود میکنه. خیلی راحت با این پدافندای هوایی جر بدید ناوگان هواییشون رو، به معنای واقعی کلمه جر بدید. مثلا من این ناوگان دریایی مو یکی کنم و چقدر چرت و پرت این. ببین جا ببین الان درصدی که حالا برخلاف اینکه ناوگان هوایی بیاره ها، فعلا ناوگان هوایی اینجا نیاورده. ما اینجا مثلا یه پاترول نمکی داشته باشیم ببینیم اوضاعمون چجوری میشه. هرچند که ناتو هم داره اینجا جرمون بیه. کانویریت کن آهان تا بریم داخل درگیری شیم. ببین اگه اینجا ناوگان هوایی بیاره که فعلا نیاورد، این باعث میشه ناوگان هواییشون رو خیلی راحت بزنیم. متاسفانه حالا هیچ ناوگان هوایی رو من اینجا نمیبینم. آمریکاست دیگه، جر داد ناوگان دریاییمون رو. این از این قسمت. خب بوست اند ترمینال میشل دیفنس سیستم، ببخشید موشک‌های دفاعی که از ترمینال و بوستمون استفاده میشه. دوباره اینجا ما دوباره S300 ها رو داریم. اینا رنجشون 1000 و ببخشید 120 کیلومتر. اوتو دیپلوی رو هم میزنیم. اینجا هم قسمت دریا. این قسمت ها رو هم حالت اکتیو و آماده باش قرار میدیم. این الان کلن پدافند دفاعی و هواییمون اینجا کاملا گیاهی انجام شده. حالا این که زورمون چرا به ناوگان هوایی ناتو نمیرسه الان تو این شرایط، اون کلی داستان ها و المان های مختلف خودشو داره. کلی دلایل مختلف میتونه داشته باشه ها، یعنی اصلا ربطی نداره به این موضوع. یعنی الان اینجا رو داره بمبارون میکنه، ما خیلی راحت داریم پیداشون میکنیم و رندمون هم داره به نوبه ای میزنه. آره خلاصه اینم سیستم هوایی بود که در واقع بچه‌ها گفته بودن سیستم موشکیش، موشک‌ها چجوری کار میکنن. و یه قسمت دیگه هم داریم، میت کروز میشل دیفنس. این دفعه دیگه از موشک‌های کروزمون استفاده میکنیم. رنج زیادی دارن و هیچ چانس پایین تری نسبت به ما بقیه قسمت ها دارن. اوتو دیپلوی هم مثلا اینجا 20 رو میزنیم، دوباره اینجا هم یه 20 دونه که فاصله های بیشتری رو شلیک بکنن بزنن. الان پدافند دفاعی ما کامل گیاهی داره صورت میگیره ولی زورمون نمیرسه. بچه من تبصرم باز بکنم، یعنی فکر نکنید الان خب اوکی ما این کارو کردیم الان خفنه. اینفنتری تاثیر خودشو داره، دیویژن های عادی که خب ما بیایم باهاشون اوکی بکنیم. بذارم اینا رو حداقل لاینا رو بگیرم ببینیم جنگ هواییمون چه جوری میشه. یعنی مثلا حتی ما اینجا توی اینفنتریامونم، فرضاً توی این تانکامونم، ببینید اینجا ما آنتی ایر داشته باشیم تاثیر خودش رو خب معمولا میذاره. ولی خب
دلیل اینکه چرا داریم مثل سگ میخوریم خب کاملا واضحه توی ناوگان هوایی اونا. حالا اگه بتونیم ببینیم این که مال ماست، انمی نمیذاره ببینیم. عوضی یه لند دیگه هم زدن ها. خب اشکال نداره. ببینید رنج اینجا نمیدونم تاثیرهای خیلی زیادی که دارن، مثلا این 800 تا بذار نصفشون بیان اینجا، بازم تأثیری نداشت. اینام که هیچی. شماها ببین اینجا ببینم، ما مثلا 1100 تا ناوگان هوایی آوردیم. خب قاعدتا الان یه جورایی داریم برابر میزنیم، ولی خب اونا یکم عملکردشون بهتره. آره خلاصه اینم از کلن سیستم موشکی و بمب اتم ملنیوم دان. ولی میرسیم به یه قسمت، موشک‌های کروز و موشک‌های، بذارید من اینو اوکی بکنم، ریسرچ آندرلاین آن آیکون کلیک. یه سری موشک داریم بچه‌ها اینجا به اسم موشک‌هایی که دقیقاً بذار اینا رو هم توضیح باید ارسال بکنیم. من صرفا میخوام نشونتون بدم که کارشون چیه. اینا موشک‌های هایپرسونیکه بود. خب ببینید ما اینجا یه سری چیزا داریم، سلاح‌های لیزری هن. پرایس پر یونیتشون فکر کنم 1,000,000 دلاره و 10 تا دونه دمیج میزنه. این هم در واقع چیزای خیلی خفنی که خیلی راحت میتونین ازش استفاده بکنین و شلیک بکنین توی منطقه. مثلا بذاری من 5 تاشو بسازم، همین 5 تاش 240 روسول میکشه. یا ابوالفضل، آره دیگه اینو باید در تیراژ بالا ساخت. حالا نمیتونیم نشونتون بدیم. اینا هم در واقع خیلی راحت در واقع سلاح لیزری رو میسازید، دمیج باحالی میده، حتی ایونت هم واسش داره و رنده کنان میتونید یونیت ها رو پیو پیو اینجوری بزنید. حقیقتا فکر نکنم چیزی رو جا گذاشته باشیم تو این قسمت ها. آنتی ساتلایت در واقع میشل، اینجا هم در واقع موشک های مختلف رو داریم، ولی خب از اینا نداریم دیگه، ماهواره‌هاشون رو بزنیم. آهان اینجاست، خیلی راحت میتونید در واقع موشکتون رو شلیک بکنید. از اینجا برین جلو، مثلا رودز فرام گاد تنگستن رود و آخرین هم اورانیوم رودز. فکرم از طریق اورانیوم شلیک میکنه. واه خیلی خفنه. خیلی راحت میتونید اینجا بفرستینش فضا و شلیک بکنید. خیلی راحت هم استیتتون رو انتخاب میکنید و به راحتی لانچ آسات میزنین. این هم کلن پدافند دفاعی و سیستمی که حالا داشتیم. ولی بذار من یه حرکت بزنم ببینم تأثیری داره. ای من الان 1000 بزنم روی پدافند دفاعیمون تأثیر میذاره یا چی؟ صرفا میخوایم اینو داشته باشیم. یه نکته دیگه، تازه داکتریانای هوایی هم تأثیر خودش رو هم خواهد گذاشت. خب ما اینو میذاریم یه پایین، یه پایین، ایرتک همه اینا رو بیاییم پایین، مثلا تا اینجا قاعدتا یکم اوضاعمون بهتر خواهد شد. ایول، آره دقیقا الان اوضاعمون یکم بهتر شد. باید ببینید پدافندهای دفاعیمون چجوری دارن میزنن. ایناست که خوبه، ایناست که آدم خوشش میاد استفاده بکنه. این از سمسایت هامون، این هم بچه ها موشک های مختلف که میتونین استفاده بکنین. از اینجا ببینیم مثلا ما الان از اون موشک های بالستیکمون فقط تو این استیتا داریم، از اینجا میتونیم شلیک بکنیم. پس قاعدتا میتونیم بیشتر بسازین و از این موشک ها بهره کافی رو هم ببرید. اینجا هم نوع موشک های مختلف هم میتونین انتخاب بکنید. به هر حال بچه‌ها امیدوارم که این پارت و این پارت آموزشی آموزنده بوده باشه واسهتون. امیدوارم که لذت کافی رو برده باشید. فقط یه نکته واسه ایران، باید فوکس برید از طریق فوکساتون با اتمتون رو باز بکنین و همین دیگه. آره دقیقا فوکساتون رو میاید پایین، حواستون به تنشاتون باشه، اینا رو مسیرها رو میاید، حالا هر کاری دوست داشتی، هر سیاستی که دوست دارید اعمال بکنید. میاید پایین بمب اتمتون رو میسازید و بر اساس اون داکترینتون رو انتخاب میکنید. ما نیکلر انرژی نمیخوایم، ما نیکلر پاور یا سیکرت نیکلر پروگرام رو میخوایم. خیلی خیلی عشقید، مثل همشه پر قدرت پر انرژی. لایک کامنت سابسکرایب فراموش نشه. به زودی پر قدرت پر انرژی با ویدیو آموزشی بعدی میبینمتون. خیلی خیلی عشقید. دم تک تک کسایی که برنامه میکنن گرم، دمتون گرم بچه‌ها.